مورد دیگه مثلا حالت به دست آوردن میتونم بگم هستش. توی مثال با مثلا با هم بررسی کنیم، میگیم مثلا read all you can get، هرچی دم دستت میاد بخون. یعنی دسترسی پیدا کردن، دست و پا کردن، جور کردن. مثلا میگیم read all you can get، هرچی دم دستت میاد بخون. مثلا میگیم فردا مثلا ما میخوام یه مسافرتی بریم و باید بخوابه فرد که مثلا بتونه رانندگی کنه، یا مثلا هر چیزی. میگم که نری بشینی پای کامپیوترت، نری امشب چیز کنی. You need all the sleep you can get. You need all the sleep you can get. هر چی میتونی بخوابی بخواب. هر چی دستت میرسه بخواب. You need all you can eat. هر چی میتونی بخور. مثلا طرف مشکل مثلا مثلا تغذیه داره، میگم تا میتونی بخور، تا میتونی، تا دستت میرسه. پس میگیم all you can get. اینجا get یعنی هرچی دم دستت بیاد. Do all you can، مثل اینکه بگیم do all you can do، انجام بده، هرچی که میتونی انجام بدی رو انجام بده. مثلا میگیم do all you can get، هر کاری از دستت میاد انجام بده. اینجا از دستت میاد هست. اوکی؟ مثال همون چیز رو بگیم، همون اولی که گفتم چی بود؟ read all you can get، یعنی به هرچی دم دستت میرسه. مثلا طرف میگه من یه امتحانی دارم به این شکل و اون شکل، میگم read all you can get، اونجا که میتونی بخون، اون چیزی هرچی دم دستت میاد بخون، دنبال منتظر منبع مثلا نشین، بخون هرچی میتونی، هرچی میتونی. این رو از کجا میاره جمله هرچی میتونی رو؟ all you can get، هرچی که دستت میرسه، دست میتونی بهش دست برسونی، اون obtain کنی، دم دست بیاری. مثلا شده مثلا بخری، شده قرض کنی، همه اینا میشن چی؟ obtain، تحت کنترلت بیاری و بتونی ازش استفاده کنی. و اینها ما بگیم get. برای اینجا get در واقع همه اینها رو به جمله ما میاره. یک واژه رو ما در زبان انگلیسی داریم به نام fetch. اوکی؟ معمولا مثلا اگر بخوام مثال بزنم، اولی مثال که ذهنمون میاد همون fetch، بازی fetch هست که با سگ انجام میدن و چیزی رو پرت میکنیم، سگ میره برمیداره میاره، یعنی تو بری پیک آپ کنی، برداری بیاری. به این میگیم fetch. فقط هم این نیست که مثلا برای سگ باشه، مثلا میگن که go، مثلا میگن fetch all your documents، برو همه مدارک تو بردار بیار، یعنی بری برداری بیاری، یعنی همه رو با هم کامل با هم دیگه میگیم fetch. اوکی؟ ما برای fetch هم میتونیم از get استفاده کنیم. گاهی وقتا، خیلی وقتا میتونیم بگیم go get all the documents، برو همه مدارک رو بیار. اینجا رفتن و برداشتن و آوردن، همه رو با هم دیگه میتونیم بگیم get. get خیلی راحت همه اینها رو در خودش داره. مثلا get yourself a chair، مثلا طرف میاد سر کلاس، صندلی نمونده، بهش میگیم get yourself a chair، از خودت یه صندلی بیار، برو بردار بیار. همه اینها رو با چی میگیم؟ get. حالا ممکنه بگیم go get، ممکنه بگیم get، و get بدون go هم درستر هم هست که بگیم get yourself a chair یا بگیم fetch a chair. پس واسه خودت یه صندلی بیار میشه get yourself a chair. یا مثلا طرف میاد، مثلا مهمان ماست، خیلی ما باهاش دیگه خودمونی هستیم، میگیم get yourself a cup of tea. get yourself a cup of tea، واسه خودت چای بریز، واسه خودت چای بریز، مثلا برو واسه خودت چای بیار. یعنی ما بالا نمیشیم کار روش انجام بدیم، میگیم get yourself، یعنی از خودت پذیرایی کن، برو بردار بریز، هر کاری میخوای بکنی بکن. اون کلش رو با چی گفتیم؟ با همون get.